بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما بیننده نهایت محترم گرامی. ما تیمش را حسن متصدی و گوینده برنامه خانه و خانواده از تلویزیون بهار خدمت شما تان در عجیز قرار دارم. امیدوار هستم که ما ساعت یک و نیم ساعت رک هستین به خوشی و ساعت عافیت سپری شد و بازم از لطف محبت هر یک شما جهان سپاس که بیننده برنامه خانواده خانه و خانواده هستین از تلویزیون بهار و شما دوستان و عزیزی که در فیسبوک هستین از هر طریقی که برنامه رو میبینین از دم شما اظهار امتنان و سپاس میکنم که ما اجازه میدین تا میهمان خانه هایتان باشم. امیدوار هستم که من یک میهمان خوب باشم و شما هم یک میهمان نواز خوب. من خوش میکنم میهمان خوب باشم و همچنان از کامنت های بسیار ناز و خوب شما یک دنیا تشکر از همه شما که کامنت میدین در برنامه یا در خود صفحه پیج فیسبوک ما که ما متر گفتم ما تازه در فیسبوک گرفتیم بسیار بلدم نیستم چرا دروغ بگویم ولی خب یکان چیزی یاد گرفتیم ولی ما از شما ازار امتنان میکنم اگر یک چیز را که من پست میکنم و شما کامنت میدین یا لایک میکنین ما از شما ازار امتنان سپاس میکنم اگر من جواب شما را دادم نمیتونم به این مفهوم نیست خدای نخواسته ما به احترامی یا بی‌علاقمندی از در مقابل شما ولی مسئولیت های زندگی اجازه بعض وقتا نمیتونم که زیاد در فیسبوک باشم و عادت هم ندارم در فیسبوک و فیسبوک که من دیدم بسیار یک چیزه که خطرناک هم هست آدم بسیار مصروف میسازه اگران دفعه با دوزی من در کار زیر میز میگیرم و سعی میکنم باز پس میکنم و کوشش میکنم دیگه این کار نکنم بخاطر از اینکه یک مرض وارد فیسبوک به مخاطر من هیچ وقت نداشتیم ولی بازم از شما از همه شما اظهار امتنان سپاس میکنم. امیدوار هستم که برنامه را با دوستا و عزیزایتان شیر کنین تا اونا هم برنامه را ببینن و با ما بپیوندن و نظریات پیشنهادات اگر داشته باشین انشالله که ما بر دو دیده میپذیریم و کدام در خلال برنامه سر کدام موضوع اگر من صحبت میکنم شما نظری دارین میتونین برای ما تلفون هم کنین صحبت کنین و هم کامنت بدین و باز کامنت هایتان رو میخوانم در برنامه اینده باز انشالله سر صحبت خواهد کردم ولی همه قد یادآور میشم که شما زردن نشین فکر نکنین که من آدمی بی تفاوت هستم در مقابل همه میر و محبت و دوستی شما دوستای عزیزی که ما در فیسبوک پیدا کردیم. یک چیزی که بسیار خوب است فیسبوک واقعا ما به بسیار افغانای با عزت و با شرف خانم ها و دخترای جوان سرای جوان برای ما روان کردن که پایشون فرند باشم و خواستن که ما اکسپشن کنم و ما هم کردیم و میبینم که بسیار همه خانم های بسیار جوان شوهرای بسیار خوب مسائل سیاسی، تبصره ها و همه چیزش قابل قدر است و ما از لطف و محبت هر یک شما دوستا عزیزا هزار امتنان سپاس میکنم. ولی همونطوری گفتم بازم کوشش کنین که برنامه را با دوستا و عزیزایتان شیر کنین تا اونا هم برنامه را ببینن و انشالله یک برنامه خوب میداشته باشیم. همونطوری که ما گفتیم ما در برنامه خانه و خانواده ما عموماً سر مسائل اجتماعی صحبت میکنیم به مخاطرم نظر به تقاضای بعضی از دوستا و علاقمندانی که در مسائل سیاسی افغانستان علاقمند هستن و میخوان مبزای جاری مملکت خود آگاه باشن اونا از من خواستن که یک برنامه سیاسی هم داشته باشون در تلویزیون بهار که بعد از یک صحبت های با جناب محترم آقای جبارخیل رئیس و مسئول تلویزیون بهار صحبت هایی داشتم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که یک برنامه بگیریم به نام صدای مردم و به روزای چهارشنبه نشرات داشته باشیم که امیدوار هستم بتانم دمی چهارشنبه ما این برنامه را پیش ببرم سایزت ما بیرم که و امیدوار هستم بتانم که برنامه را شروع کنم و در اونجا کسایی که علاقمند مسائل سیاسی هستین باز میتونین که شما صدای تان بلند کنین و نظریات تان بتین و کوشش در این است که در برنامه سیاسی هم من چون خودم یک آدم هستم که وابسته به هیچ جهت و سمت و قم نیستم من اگر افغانستم افغانستان دوست دارم افغانستان بجب بجب بلس بلسش مربوط به تمام اقوام شریف افغانستان است ما گل یک باغ هستیم منتها گل های دیفرنت فرق میکنه ولی ما هم در برنامه سیاسی کوشش میکنم که برنامه ده باشه که کسی به کسی توهین کنه ما میخوایم نظریات انتقادات شما را بشنویم پیشنهادات شما را بشنویم و کوشش کنیم که سر مسائل خود وطن ما چطور میتونیم یک ملت واحد باشیم چطور میتونیم از نظام خود از قوای مسلح خود
ما در مقابل دشمن استادگی کنیم و رویه بتیم اونا رو و کوشش کنیم که اونا از ما مردمی که در خارج از امریکا هستیم تا ای که ما مردم فصل کنیم وصل کنیم و تلاش به اون میباشه و امیدوار هستم که شما همین رو مراعت کنین. من خودم البته زیاد تبصره نمی کنم، چیزایی رو میگذارم تا بر شما تبصره کنیم، ولی به زاخت وقت داری نظراتی که داشته باشمون رو با شما شریک خواهد کردم. بر صورت دوستان عزیز، همه طور کمیش گفتیم بازم کرونا را تا هنوزم جدی بگیرین، متوجه باشین، اما چیزایی رو که دکتر صاحبا براتون توصیه میکنه فالو کنین. اگه واکسین نکردین واکسین کنین، اگه میگیرین هم دلتان، نمیگیرین هم دلتان، مربوط خود شما میشه. فقط ما متوصیه که میگن میگه باید بگیرین، خوب است، فایده داره، نقص نداره، ولی خب آوازهای مختلف مختلف است، مردم چیزای مختلف میگه راجع به واکسین. یکی از دوستای ما گفت دیگه واکسین یک چیره گد کردن، یک مثل یک کمپیوتر باره، یک چیز است که باز 10 سال بعد از آدم دیوانه جور میکنه و بعد آدم میمره و دیگه میشه دیگه میشه. خب هر رقم آوازها رو آدم میشنه و خب در شروع آدم بعضی کسا رو نظر به مقاومت و وجودش که چه مقاومت داره در مقابل بعضی موضوعات و میکروب و چیزا و وایرس چیزا آزار میته، یک ذره دست درد میگیره یا تاو میکنن دیگه میکنه، خصوصا در واکسین دوم میشه کسایی میکنن، ولی در نهایت خود تعالی خود متر حادثه یه نفت داده بجوز یک واکسین دیگه که بود و یک طرح مشکلات پیدا کرد که با مکن فکر میکنم صحیح شده باشه، ولی بازم مربوط خود شماست، خودتان میفهم اینو کارتان و دین دینگه که آخرتتان، ولی ممنون است وظیفه براتان این موضوع یاد کردم. دوستان عزیز، پیش از اینکه بیایم سر خود یک موضوع، یک دو موضوع دارم سر موضوعات اجتماعی سر دو صحبت میکنیم، خودم نظرات شما را هم میگیرم، شما میتونید تلفن هم کنید، زنگ هم بزنید، نظرتان رو بتین، ولی میخواستم یک موضوع یاد کنم. من در این هفته که تیر شد روز جمعه در یکی از تلویزیون ها یک برنامه بسیار خوبی را دیدم و بسیار علاقه گرفتم و بسیار کم اتفاق میفته که من یک برنامه تلویزیون بشینم و تا آخر ببینم، بخاطر از این که اول وقتش ندارم، بعد از او بسیاری برنامه برای من خسته کن میشه، یا نمیفهم به ذوق من نیست، یا کلمه کار نمیکنه، یا من هم فهم دانش ندارم که بفهم اینا چی میگن، سر چی صحبت میکنن، واسه خسته میسازه نمیبینم. موضوع بجز از موضوعات موسیقی و چیزا اگه باشه با موسیقی علاقه دارم، با موضوعات سیاسی که روی منطق استوار باشه که آدم بفهمه که یه آدم آگاه است و میفهمه چی میگه، باز آدم علاقه میگیره. اون برنامه آقای حبیب هوتکی بود که از تلویزیون آریانا افغانستان نشون میشه روزای جمعه سر ساعت 11 و ما بعضی وقتا برنامه‌شون رو می‌بینیم، حالا قدارم چون خود آقای یوتک یک شخص بسیار ملی است و آدم است که سمت و جهت طرف نداره، سر مسائل افغانستان من صحبت میکنه و علاقمندای شام همیش کسایی هستن که سر موضوعات مختلف کسایی هم نظر هستن بعضی ها مخالف هستن، خب برخوردهای سیاسی زیاد از برنامه‌های سیاسی، ولی در این برنامه‌شون اینا میمانی داشتن آقای کوچه، قیم کوچه، کاکهای رئیس به جمهور افغانستان جناب محترم آقای اشرف ونی که سفیر بودن در روسیه و یک سابقه بسیار طولانی دارن البته در روابط خارجی افغانستان و موضوعات که از زمان شاه تا هنوز اینا فعال بودن در بسیار موضوعات دخیل بودن، صحبت های داشتن ملو در بسیار که ما واقعا نمی صحبت های آقای کوچه بسیار برای من جالب و چسب بود، یعنی اینقدر موضوعات جالب را سرش صحبت کرد که حتی سر خود برادرزادی خود نقد کرد، انتقادهایی به جای کرد که بعض اشتباه هایی کرده دیگر کرده و از این موضوعات مره مصابت های بسار خوشم آمد و راستی امیدیم که یک آدم سیاسی و دیپلمات است و یعنی مستحق بسار چیزا است، نه به خود رزی که کاکای اشرفانی است، خودش یک شخص بسیار محترم است، خودش بسیار وارد در کار، حاکم سر صحبت های خود، حافظه بسیار خوب، تاریخ بسیار خوب بیان میکند. من از آقای عبی بوتک ازار امتنان سفاس میکنم و من امرایشان یک صحبت تلفنی هم دیروز بود قرار بود داشتم و پروفیسر سبکمی و هنان در لین بودن، ما هم سر بعض موضوعات سیاسی هم صحبت کردیم، سر بعض کانفرانس ها و مسائلی که دو بود اتفاق مفته، ولی باز دوستای نهایی خوش کردم اکس هایشان داشتم و متاف نتونستم بیافم میک اکس دارم. یکی از دوستای بسیار خوب و همکار بسیار نازنین ما در افغانستان که در زمانی که ما در رادیو بودیم در شعبه هنر ادبیات و درام هنرمند رادیو و تلویزیون افغانستان آشنایی کامل داشتیم و از من بسیار دوست شخصی خوب من بود، هم در افغانستان و هم در اینجا بعض وقتا تلفنی صحبت داشتیم
و در این هفته آنها جان و جانان سپردن و دنیای فانی را ودا گفتن، روشان شاد جنت فردوس نصیبشان. ما از آقای فیهبادی خاطرات بسیار بسیار زیاد دارم در زندگی خود، سفرهای مشترک داشتیم از طریق رادیو، مکسایشم دارم شاید باید به زندگان بکنم پیدا کنم و راستی بسیار متاثر شدم، بسیار جگرخون شدم برش. خب زندگی همی هست و ما به خانواده محترم آقای فیهبادی با اولادکایش خانمش و کبیر جان ایبادی برادرزادهشان هم که همکار ما بودن در رادیو در هر جای هستن ما عرض تسلیت دارم. زمان روی بزرگوار شاد داشته باشه و جنت فردوس نصیبش. انشاءالله ما کوشش میکنم با هنرمندای دیگه گپ بزنیم که اگه بتونیم سر کارنامه های زی یک برنامه بگیریم. فیهبادی و ما در شعبه درام دیالوگ دری یک بخاطر داشته باشین یک عصر زمان در افغانستان داستان های دنباله دار بود، درام بود، درامای شب جمعه و ما هر دو نظر به آواز پره که داریم به گفته مردم یا خودشان همیش ما در داستان های دنباله دار و چی نقش های منفی رو بازی میکردیم، آدم کش میبودیم و آدم های خراب میبودیم، بخاطر که همی آدم هایی که بسیار هم یک آدم هایی که بسیار خطرناک است، بسیار آوازهای پر دارن که اترام نیست، بسیار کسایی آوازهای مهین هم دارن میتونن آدم کش باشن. ولی ما همون زیادتر ما و آقای عبادی در این نقش ها میبودیم همیش. آقای مشعل هنری را خدا ببخشه ما بچه های فیلم بودن، آوازهای بسیار رومنتیک خوب داشتن، حشمت امید و نجیب جان، یوسف زاده، اینا حد جان عزیز زاده و دیگه یکی از دوستای ما الان جان زمریال، او هم آواز بسیار پر داشت، او هم من نقشه را بازی میکرد و دوستای خوبی ما بودن، همه تیتو پاشان هستن در هر جایی که باشن. ما به سر از این موضوع یک قصه یادم اومد، ما یک وقت کودتای داود خان شد، خداوند علیق رحمت کنه، بزرگوار رفیق صادقه و همچنان خداوند رحمت کنه عظیم جسوره که معاون شعبه ما بود، آقای صادق مدیر شعبه ما بود، فرید جان انوری مدیر عمومی و نرده بیاد بود، یک درام استاد مروم رفیق صادق نشه کرده بودن و پرودیسرش آقای عظیم جسور بود که دور خداوند مغفرت کنه و در او همون نقش منفی ما بازی کرده بودم که یک آدمی بسیار خراب بود که نامش قدیر بود و این قدیر یک آدم کش بود در می خود داستان دراما و بسیار یک آدم ظالم بود و تا اندازه ما رو بسیار خوب بازی هم کرده بودم که بسیار مورد تاییدی مردم قرار گرفت. ولی سبایش که ما آمدیم رادیو مردم آفیس که در آمدم که پیاده آفیس ما یک آدم بود نامش یادم دارم من گفت که برو پس خانه ما گفتم که چرا گفت والا چاره کلان جور شده است جنجال جور شده است رو دراما آتم چی جنجال جور شده دمی دقیق دیم که استاد رفیق صادق آمد و عظیم جسور آمد صبح دیگه ساعت 8 بود کلی رادیو آمده میره. خب ما از ما خودم پیاده خبر داشت یک چند دقیقه بعدش بود که نفر از ریاست رادیو آمد گفت که مرا گفت خودت عظیم جسور و رفیق صادق و بین که رئیس هم خواسته بود. ما اونجا یک اتاق کنفرانس داشتیم، اونجا رفتیم به اتاق کنفرانس که دیدیم که 3-4 نفر از وزارت داخل هم پلیس ها آمده ششته، یک ذرا وارخطا شدیم خدای خیر کنید چی گفت بست. خب بالاخره کل گپ بود که گفتی دراما کی نشته کرده؟ رفیق صادق گفت من نشته کردیم، عظیم جسور گفت ما پرودیوس کردیم، گفت که نقش قدیر کی بازی کرده؟ ما گفتم اینا ما بازی کردیم. خب شما نمیفهمین که همین تو یک آدم ظالم و آدم کش که شما در درام انداختین منظورتان از قدیر وزیر داخله بود؟ ما گفتیم برادر والا اگر اگر رفع صادق پیش ها گفته این فکر من بود که اینمی قدیر و جبار و اینمی چیزا و نامای بسیار گرنگ گرنگ است که برای این آدم های بسیار که وقتی میگی فلانی جبار بعدن در درام این جبار آدم کش یک جبار آدم کش هم بود در افغانستان بعض نامه نظر با مکرکتر با یک کوهستان خوب می باشه ولی خوب نام یک گرنگی داره، ولی مثلا یک کس اگه نامش وحید باشه وحید باید بسیار یک بچه خوب باشه، یک بچه فلم باشه، آرام بچه باشه، ولی جبار اگه باشه جبار باید بسیار یک آدم خطرناک نظر با وزن خود نامش البته من همین باید هم باشه مثلا احسد یک بچه شوخ باشه دیگه باشه، یعنی بعضی نام ها فرق میکنه. باز بسیار ما قریب دوستا در کنان جنجال رفتیم خلاصی مطلب باز یک کسر ماش کردن ما را دیگر کردن باز درام آورداشتن که چی توهین بود به وزیر داخلی افغانستان. بر صورت یک قصه یادم آمد از رادیو و ما گفتم به وادی رو گفتم کاش که میری تو بازی میکردی که ما هم پیسی ما شما از دست ما نمیرم.
ولی بر صورت بازم روحی پیبادی شاد جنت فردوس نصیب شاهم کسایی رو یاد کردم، اکثریتشان وفات کردن. بسیار شخصیت های محترم و خوب بودن در افغانستان، خداوند همشان رویشان شاد داشته باشد. دوستان عزیز، من در رو وقتم میخواستم سر یک موضوع گپ بزنم، ولی من موضوع دیگه هم باشتم که سر ازو صحبت کردم، ولی من چرا در او هفته من سر ازی گپ نستم، به خاطر که من بیس شرعی زیر نمیفهمیدم، ولی به خاطر داشتم که یک چیزی خواندیم در قرآن، ولی یادم نمیاد که در کجا خواندیم. و من با آقای وسیق تلفن کردم امروز که من ازی، چون وسیق سب قرآن حفظ داره، وقتی که چیز رو بگوی میگه فلانی سوره فلان آیات من بر کجده میره، میگه برو اینجا برو. من برای وسیق سب تلفن کردم، متاسفانه وسیق سب وقتی برای من زنگ زد که من نام میخوزم برنامه رو شروع کنم، اوز تو لیت بود، ولی باز پسان امراش صحبت کردم، لطف کردن گفت که آه در قرآن همی آمده سوره بیاشون برای من داد، مشتک کردم یادم رفت. حالا خب ما امور فعال کردیم که راستی در قرآن که چیز آمده هم امانیت شرعی هم داره. و حال میم سر ازو گپ میزنیم و سر یک موضوع دیگه هم، از دو موضوع اجتماعی داریم، ولی میم موضوع اول یاد میکنم به خاطر از اینکه برای من خودم اولین بار است که من چیز میشنوم. در امریکای هم من ندیدیم، راست براتون بگویم، و در مسلمان ها فنا من نشدیم و ندیدیم. برای خودم سوال جالب است، به خاطر که ایره که شما هم شیر میکنم که نظر شما چی است. براتون میگم، باز من دلایلش براتون میگم. در امریکا یک کسی هست، یک خاله میخواد خورزادی خود بگیره، یک خورزاده میخواد خاله خود بگیره، با هم ازدواج کنند و هر دو یکی دیگر دوست دارن، خاله و خورزاده هستن، و یک مشکل خانوادگی هم خلق کرده. و یک چیز بسیار نو است که ما هم شنیدیم که یک خاله بخواد با خورزاده خود ازدواج کنه و خورزاده بخواد خاله رو بگیره، خاله خورزاده رو، یا چطور؟ هم از نگاه شرعی حکم خود شرعیش چیست، ولی از نگاه خود منطق اخلاق اجتماعی و موضوعات صحی که در امریکا عموما میگن، تا در افغانستان هم میگن که همین خون به خون باید ازدواج نکنه، ممکن اولاد معیوب بیاید. و در امریکا میتونه یک قوانین هم هست، هر کسی که ازدواج میکنه هر دو باید برن یک معاینه خون کنن، ولو که باشن یا نباشن، ولو که کزن باشن یا بچه خاله بچه کاکار چیزی که باشن دختر، ولی باید یک معاینات خون کنن، معاینات خون خود چک کنن، بعد از اون بعد میرن اگر خود راجستر میکنن که رسمی نکاح کنن دیگه کنن، بعد از اون کارو میکنن. ولی اکثر مانی از این کارا میشه. در امریکا مثلا کم اتفاق میفته که یک دختر و بچه خاله و دختر کاکا و دختر مامان باشه، در بین خود امریکایی‌ها میگه کزن، کزن است، کزن مثل خواهر برادر وارث، یا زیاد علاقه نمیگیرن. ولی اتفاق افتیده، بسیاری ها گرفتن، در خود افغانام گرفته، بچه خاله، دختر خاله، دختر کاکا، دختر ماما، که تکی دیگه ازدواج کردن که زیاد شد، زیاد هم هست در بین افغانای ما. ولی برای من اولین بار بود که یک چیز را خودم میشنام، میگم در امریکا که بگویم فرهنگ از این مملکت ها سر زیاد تاثیر کرده. در امریکا هم این کار من نشنیدیم تو بیان است که کس کده باشه، اگه کدام باشه نمیفهم، شاید کده باشه، ولی به این شکلش هم راست بگویم نشنیدیم تا حالا. این بخی یک چیز نواز برای من. و من خب سر زی فکر کردم، خب گفتم خب یک وقت، خب وقتی که آدم علیه السلام پیدا شد، حتی خود اخوار برادر با هم ازدواج کرده بودن، با هم بودن که نسل تولید شد، نسل انسان تولید شد و انسان تولید شد بودن، ولی یک وقتی بعد ممانعت کردن، گفتن نه بس است. و حتی در قرآن هم گفتم سوره ای است که میگه دختر عمو، دختر کاکا، دختر ماما، دختر خاله، همه خاله ای چیزا ازدواجش جایز نیست. این معنی شرعی هم داره. ولی او سر کل از این چیزا هم گفته که دختر خاله و دختر عمو و بگیرن نامان و این چیزا ممانعت کرده، که یعنی کار درست نیست. ولی خب این که میکنن مربوط خودش خود مردم است، ولی برای خاله و یا بسیار یک ذره سخت است برای من. ما ایره که با بعضی کسایی که حتی در فامیل خود ما صحبت کردیم، یعنی یاد کردیم از این موضوع، خب گفتن دیگه تا انسان است دیگه، حالا خاله هستن یا دیگه هستن، خب شاید از دم رنگ خدا فراموش کنم، باید این فرهنگ اروپا و امریکا هم نیست نمی کار. یعنی به نظر من یک کار نادرست است، چون ما همی آدم از ما خواست که مثلا از این گپ بزنم با نظر مردم رو بگیرم، مردم چی میگم. من نمیفهم شما چقدر موافق هستیم به این کار، چقدر میگین کار درست است یا کار غلط است. یعنی به نظر شخصی خود من یک کار غیری حل فرتیش بگو، یک کار غیر صحی است، سالم نیست، یا کار درست نیست. از نگاه خود اخلاق اجتماعی درست نیست، از نگاه خود روابط انسانی درست نیست، روابط فامیلی درست نیست. ولی که میگیرن میگیرن، ما نما جج هستیم، نقاضی هستیم، نقضاوت کرده میدونیم، ما جج نمی کنم.
ولی چون خودم نظر ما و آدم که گفت ما هم برش آن باز گفتم که اینه برو در قرآن شریف اینو این ما برد معلومات کردم ولی که مردم چی میگن گفتم من اول کنم از خود خانه فامیلیت چیم ممانعت بسیار شدید ما چی بد قرار داریم سچیوشن خراب قرار داریم ما تا ممکن ما بریم به یک شهر دیگه بریم اتر کنیم اتر کنیم یعنی بعض وقتا اینی عرض من نمیفهم که یا ما نمیفهم در این چیزا که یعنی عشق و عاشقی به این حد و اندازه میشه که انسان تمام ارزش های انسانی و اخلاقی و فامیلی و فرنگی خود پای بانه و همون چیز ره که خودش میخواه باید بکنه خب که بکنه حق داره آزاد است ولی بعض وقتا ما در یک سرکل زندگی میکنیم یک دایره است اگه ما از این دایره بیرون شیم خب تنها میمونیم دیگه بس مردم به ما دیگه اعتماد نداره میگه یک آدم غلط است یا آدم خوب نیست و بس او هم اینی ارتباطاتی که با خاله خاله فتح خورزاده ممکن چیزا دادن آدم میگردن که یک خاله خوب میتونه شو کدیم خاله خود باشه در خانه خاله خود باشه خواهی بچه مرد و اگه تفاوت سن یک کم پیش هستن جوان هستن ولی کار مراز بایم نمیتونم زیاد جج کنم نمیتونم بایم شنم که ولی میم کار به نظر من کار نادرست است من شاید غلط باشم بخاطر از این که من یک چیزی را خدمت شما عرض کنم دوستای عزیز که شاید خانواده های همین ما اتفاق افتیده باشه در فامیل خود ما افتیده که دختر ماما و دختر خاله یکی دیگر را گرفتن ولی یک موضوعی است که در خود محیط خانواده خانواده اگر در یک خانواده سالم اعتماد نباشه و ترست نداشته باشی همیش ناراحت می باشی من حتی دوستایی دارم که مثلا دخترش بچه مامای خود گرفته با یاد اینجا کلان شدن مثلا دختر خاله خود در اینجا کلان شدن کزند هستن ولی پرابلمی که بسان خلق کرده ای بعض وقتا خلق میکنن یه است که بر خود دو تا دختر و بچه بی تفاوت است اینجا کلان شدن جوان شدن و دختر خاله و ما بچه خود ماما گفت هر به خانه یکی دیگه خوشا پایی رفتن شب پایی دن نگر کردن اینکه چی فساد داشتن چی ارتباطات داشتن بین ما سر زی گم نمیزنیم ولی برای یک پدر و مادری که خصوصا باز پس پدرهای افغانی که بسیار حساس هستن they are a little bit serious هستن جدی میگیرن مسائل همو فرهنگ خود تا هنوز هم با اونو سیستم خود افغانستان را قرار دارن و با مو شکل فکر میکنن وقتی که پدر خبر شد که ای دخترش که بچه مامایش یا بچه مامایش که دزی ارتباط داره خدا شاهد است که آدم قریب بود خود کشته بود یعنی دلیلی که داشت خدا با خود قریب بود بکشه و از کسی بیشتر به این بود که گفتم در اینجا بسیار مسائل اهل است برای جوانان ما مشکلات حل شده یا این چیزها رو جدی نمیگرم میگه آی افغان ها بودن ولی با هایی که تانو زنده هستیم برای ما بسیار مهم است که سر چیزها فکر کنیم و حق و جوانان ما هستیم بعض وقتا به خاطر که ما ندانستیم خودم ملت کنیم یا مکس کنیم که فرهنگ کلچر امریکا یا ما دم بعض بود و فرهنگ خود ماندیم بند ماندیم در خوبشون بند ماندیم در بدشون بند ماندیم به او خاطر ای بابیش ما خود ما همین رقم فکر میم بابیش رفت همین فکرش رفت این بر سالای پیش همین بچه خدا دتا بچه خدا دتا بچه داشت این بچه های خود محکم گرفت کی گفت ای باید پدرتان نارد شما بی غیرت ها و شما داد و دفع کردن می خوارد و کردن بچه مامای تیا رفتین لاس ویگاس ای خوارد با گرفرند ازی شما خیلی چیزی اولاده خدا گفت کنم گپای خرابه که افغان ها میزنن نیم که شما غیرت ندارین مد ندارین ولی او بچه ها ولو می فهمیدن که می خوارش کردن بچه مامایش ارتباط داره با فرند و گرفرند هستن نورا بیادرهایش هم میرفت که دیجنون لاس ویگاس یا هر جایی میرفتن هتل میگرفتن میشنن خب پدر و مادر ما فکر میکرد خب خوارزاده هستن کلشان میرن بچه های خاله و بچه های مواز هستن دیگه امین آلکی بویا که تو نرو که دزیا نرو نرو خب کلشان میگه برو خوار بیادر وارسن دید خود البته دمی کلانا را میگم ولی باز برای کلانا اینی مشکل خلق میشه بسیار جنجال سر ازی جور شد خب بالاخره با هم ازدواج کردن زندگی بسیار خوب و آرام دارن شکر آرام هستن خب پدرشان هم قناعت کرد بسیار وقتا بالاخره آدم قناعت میکنه خب چایس نداره ولی ما باز میریم سر نقاط منفیش میریم به مو خاطر و این پس کشک های بسیار خراب داره و این آدم هم همین حادثه از یا یک چیز برای من خیلی نو است
شاید برای بسیاری شما که بینیده ما هستید برای شما مثال نو باشه، ولی میتونین زنگ هم بزنین، نظرتان در فیسبوک کار مشتر کنین که نظر شما چی گفت. پس من عمر جان صدیق برادر عزیز گلم بر شما سلام و صد سلام. من کسی را دیده بودم که با شوهر خواهر خود عروسی کرده بود و در حالی که خواهرش زن رسمی یا زنش بود. این جای شهر نیستیم از ما بانا. دوستان عزیز، داستان بسیار جالب یک خاله و یک خواهر داده است که میخوان با هم جوار خیزه شکرده. جوار خیزه درود به شما سلام برسه. زیر کردن خوبه جوار خیلی سعی درود خدمت شما. خیلی خوب شد که محترم تیم استاد جان را از تلویزیون بهار آورده اید، چون که تلویزیون بهار زیاد بیننده دارد. موفق و کامگار باشید. تشکر از شما دوستای عزیزی که در فیسبوک هستین. باشین من دوستانم بینم که چی نشتر نکنم. رو بیران به شما هم سلام احترامات برسه. سرای جان به شما هم سلام احترامات برسه. مکای جان به شما هم سلام احترامات برسه. کامنت های پست های بسیار خوب میکنین، من بسیار زیاد خوش دارم سر شما شیر میکنین با ما. جبال خیل سر جان شفیق جان خارق میروان من سلام احترامات. گلهان سار قدم های باشه. مرجان صدیق برادر ما گفتم. مکی جان به شما هم سلام احترامات برسه. دلورا جان تنها به شما هم سلام احترامات برسه. بازم شبیق جان به همه شما دوستا و عزیزایی که در فیسبوک هستین از همه شما جان سپاس میکنم، ولی کوشش کنین برنامه رو با دوستا و عزیزایتان شیر کنین. تلویزیون بار شما رو لعین است میرمون کنین. سلام چطور است شما صاحب؟ صحت شما خوب است؟ زنده باشید. بله بله یام من ندیدم، من خامو را از گفتم از واسه سر پرسان کردم، من دیدم که مانی شرعی مانی شرعی هم داره. ممانعت ممانعت فامیلی خوب بسیار زیاد است. با مو خاطرم من گفتم گفتم برای آقای وسیق صاحب تلفن کردم، با من دیدم که در این بسیار شدیدن مانع خود شرعی آمز، نه تنها در از نگاه خود اخلاق اجتماعی کار درست نیست، مانع شرعی آمز است. تشکر. تشکر. خواهش میکنم. قربان شما. بسیار زیاد تشکر از دید برادر گل من. خدا به همراهید باشه. مانی شرعی هم دارم. من در اینجا خیلی مولا جان نشته کرده که در افغانستان سلام خدمت شما محترم تیم شما. من نمیفهمم که مولا جان نشته کرده در کابل پدر با دختر ازدواج کرده بود. خب از این کارهای از این دنبریدگی ها ما بانا بسیاری ها داریم، کارها میشده دیگه، دنیا هم اتفاق میفتن. ولی بر صورت این یعنی قصه بود که ما کردم و شما هم نظرتان رو دادیم و دوستان و مو خود دوزمان که میخواست مثلا صحبت کنم برشان گفتم، ولی یک موضوع دیگر هم میخواستم بگویم که هم دیروز با فکر میکنم دیروز دیگر ما یک دوست ما زنگ زد برای ما یک افغان، ولی من نتونستم رایش صحبت کنم. در کار بودم باید پسانتر زنگ میسنم باید ما خودم زنگ زدم نه یادمش بازو پس برای من زنگ زد. او هم یک قصه جالب داشت که میشانم سرش گفت بزنه و از ما خواهش هم کرد که سرش صحبت کو جدی و گفت تا میتونی نام بگیری و دیگه بگیری، ولی ما نمیخوایم نام میایش بگیرم. اون بیچاره مشکل از او ما یک مشکل کلانی که ما افغانا داریم و یک مشکل بین خود جوانای ما هست. باید جوانای ما که جنریشن دوم هستن در این مملکت، اطلاع جوان شدن مثل اولادای خودم ماره عمر جان و منصور جان ماره،
اینا بسیار ازدواج هایش از یا بعضی وقتا بسیار رسکی می باشن، با اینکه یک دیگر دوست می داشته باشن، میگن با در اسکول یک جای بودیم، در یونیورسیتی کالج رفتیم و در اکادمی بودیم بودیم بودیم، ولی در بین افغان ها یک کسی که ازدواج میکنه باید رضایت کل اعضای خانواده باید باشن، هم از طرف دختر و هم از طرف پدر. اگر ممانعت باشه و دختر و بچه زق بی کنن که حق مسلم ماست که هست، حق شریعشان است که هست، و اگر ما حق داریم که ممانعت کنیم؟ نه. ما حق داریم نظر بتیم؟ یس. ما میتونیم با اولاد خود نظر بتیم. اگر اولاد ما میاین طور مثال با یک کسی میخواد ازدواج کنن و برای ما میگه که ما اینی دختر میخواییم بگیرم نظری چی هست، خب اگر خارجی باشه یا افغان باشه، خب زیاد ما افغانه تلاش ما بمی است که ازدواج ها در بین خود افغانه صورت بگیره. ولی اگر خارجی باشه اپتومات ما یک عکس العمل بعد نشان میدیم که خب بچه دلت یا دخترم دلت، ولی خب ما مسلمان هستیم، از نگاه شرعی هم کار درست نیست که امیرم غلط میگن، ادمانه شرعی شریعت نداره و با فرهنگ از یا با ما فرق نمیکنه، برای بر پدرش فرق میکنه، برای اولاد فرق نمیکنه، او بخاطر از این کوتانسته خوده، او با دو فرهنگ مختلف، فرهنگ افغانی و کلچر اروپایی امریکایی خوده ست کده جور کده، برای اون مشکل نیست، مشکل برای ماست، ما نمیتونیم. هم چیزایی که ما نمیتونیم برای اون میگیم که کوی کار نکن. خب اگه او دختر گفت میکنه خب اصرار کرد، بالاخره اگه یه خانواده باشه که منطقه قوی داشته باشه، از تعلیمات عالی برخوردار باشن، موضوعات جدی نگیرن، خب میگه اختیارت است، صلاحیت خودت است، حق انتخاب از خودت است، خدا و قرآن سنت پیغمبرام اجازه برات داده بود. میگیریش بگیر. نو پرابلم. ولی اگه باز نباشه مشکلات خلق میکنه. و اکثر وقتا حتی در خود ازدواجایی که بین دو افغان صورت گرفتن، من همیش نظر من یه است، البته من شاید نظر من مورد تایید شما نباشم، من مثل شما رو یک نظر میدونم، و نظر من خوب است که ازدواجا در وقتی که در یک خانواده اتفاق میدن، دو طرف باید یک دیگر یک شناخت کافی داشته شون، به شمول اولادا ببینن که همین دو خانواده در کجا قرار دارن، در کجا هستن. ما داریم در امریکا و اروپا یک تعداد افغانایی را که بسیار مردم خوب ولی آزاد طبیعت، پابند به اصول دینی قدر نیستن ولی مسلمان هستن، خدا را خدا میشناسن، اگه نماز میخوانن یا نمیخوانن، اگه مسجد نمیرن، کار و جاب خوب دارن، شب نشینی های خودت دارن، محافل موسیقی خودت دارن، واین و شراب و درینکشان هست، بین خود خانواده ها میشینن، بچه های جوان کلگی، ولی مردم بد اخلاق و بی هدف بی تربیه نیستن و همی سیستم زندگیشون فرق دارن. ولی بار باز برعکس یک تعداد مردم دیگه رو داریم در اروپا و امریکا بسیار پابند اصول و قوانین شرعی و هم افغانی خود هستن، باید پنج وقت نماز در خانه شوه، باید نماز جمعه باید برن، اولادا باید بسیاریش جاب بپوشه و کارای نشه که خلاف شریعت اسلام است، شراب و بیر و کباب در خانه نباشه، موسیقی خراب نباشه، سریال های چیره نبینن، اینمی شرایط یا در خود امریکا و اروپا هم برای خود درست کردن که هم حق مسلم از ماست، من نمیم که چرا واقع کردن دلشون و اونو رقم استایل زندگی رو خوش دارن، این مردم دیگه این رقم دارن، این میتونی که مثلا ما حق نداریم، خود حق نمیتیم که در مسائل شما غرض بگیریم که مثلا شما چرا برادر دیگه هیچ کار نداری که پنج وقت نماز میخونی و تمام روز عبادت از مسجد رفتن است و خیر و خیرات است و تسبیح انداختن است که 2000 ختم لوبیا را بگیر که ختم قرآن نخوت بگیر که بیش حساب کو یا لا گفته برو، اونم استایل زندگی بر از وال زد بخش است که خوشا به حالشون که میتونن بکنن، هیچ کار معنی نداره. ولی باز اگر بین این دو خانه دو طرز دید و تفکری که ای در کجا کلان شده، فرض کن دختر اگر دارم تو یک محیطی کلان شده برای که تمام رو تسبیح بوده باشه، نماز باشه، مسجد رفتن باشه، ختم قرآن شریف باشه، زن ها جمع شده باشه، بیشنن ختم قرآن شریف عزیز که ختم عزیز که ختم تسبیح که ختم عزوز خواهدن، یا یک هزار ختم ها و چیزا دارن، یا که از امیان بعض مردا بسیار خسته شده از خانه ما که تمام رو از یک خانه در دیگه خانه هفته یک دفعه جمع میشن به نام ختم و ختم وزی به اون صورت، و این طرف دیگه که هست این مردمی که کلش در موسیقی و ساتشان و مجلس و مجلس آرا و شراب و بیر و منمان تلویزیون بهار شما رو بیلین هستی میروانی کنین تلویزیون جان خیلی سلام برستم از داکر هستم زاکر جان گل من چطور هستی عزیز دل ما و نرمند سرتاج چطور هستی بادر خیلی
تشکر. محمدی آقای جواخیل. بله. تشکر عزیز من، تشکر قربان شما از تلفنت عزیز دل من. خودت خود دوستای عزیز، عزیز دل من، یکی از هنرمندای بسیار ذاکرجان انصاری دیگه از امو، بسیار یک در پویزی که یک هنرمند بسیار خوب است، بسیار یک بچه با هدف و با تربیه است، یک نازنین انسان است. من چند وقت پیش یک ماه پیش بود ذاکر جان آمده بود لاس ویگاس نی؟ جان ها یک ماه پیش بله، ما یک ماه پیش ما رفته بودیم اونجا، بودیم با زاکر جان آمده اونجا نیستی باز ساد متش خاندانه مقبول داره، یک خاندانه خود نو جور کده، یک روز اجازهش باشه بازم اون رو من دازم دمو خاندانه خود عکس ما را من داخته بودم لاس ویگاس گرفتیم. ولی بسیار هنرمند نازنین از دوستای عزیز، بسیار زیاد تشکر زاکر جان گل از تلفن عزیز من. بسیار خوش آمدین و این رو میبان که همیشه ما دم و دوران سابق بگرد شوهایی که ما را تماشا میکرد. تشکر کنون شما دارید هر گوشه دنیا مردم حالا دوست داره. تشکر عزیز من، خودت لطف کردی همیش بینیده خوب بودی و هنرمند بسیار میربان هستی، بسیار خوش صدا و بسیار محبول آهنگای احمد ظاهر جان هم میخوانه، بسیار زیبا، بسیار زیاد تشکر عزیز من. تشکر به خداوند احمد بارمتانه بارم تشریف آدیتانه خیلی مرد. تشکر، تشکر عزیز من، بسیار لطف کردی، خدا بارمتانه. به هر صورت همین اتفاوت ها باز بسیار تاثیر میکنه از سر رابطه که نمی دختر و بچه که کلان شدن و یا اردوش میگه خب چی کنیم فامیلار کارشان هر چی ما تو خود ما زندگی خود داریم ما زندگی میکنیم دیگه میکنیم دیگه میکنیم دیگه یار دلشان که یا به دل خود است ما به دل خود است ما که از چی کار داریم بسیار نماد میکنه ما میگه خب ما اون دختر میگه مقت تا کارای از یا خرد ندام تا کارای ما خرد نگیرن دیگه نکنن همه تو اتفاق رفتید که ازدواج کردن ازدواج نکردن نامزاد شدن بسیار یک شیرنیخوری کلان شد و در جایی که شیرنیخوری شد دوست عزیز من خودم دومجا اشتراک داشتم دولی دولی کلان اینجا بار زدگیست موزیک ماندگیست کلگی قرار در اینکه خودم میکنم موزیک میشونده و یک گروه مردم دیگه که عزیزی آرس خیلی هست یا کلشان در درون خانه چادر نمازا در سرشان مردایشون ساریش بیران تنبان و بعدی شام بود دیگه دیگر بود نماز دیگر خدا خانده بود شام که شد سر به خانه گفت که جای نمازا رو بیار که ما نماز میخونیم و خب اونجا البته هر حوان در خانه خود یک جای نماز در جای نماز داره رفته بود کتب نیم آخو کلگی میخوان خب روی کشای سفیده کشیده نوار کدن دو سالون کلگی آزان داد نماز من در این بیرو اینجا یک محفل دیگر تو چطور میتونی این خانواده را که این خانواده هر دور مکس کنی که بشینن که یاد کار از واقعه است نگیرن و بعد این کار از یاقه را نگیرن و یا سیل از یاقه کنن و سیل از یاقه هیچ امکان نداره. من همونجا دوست من گفتم گفتم بچیم من یک گفت بلی پسنم تو مال خوش شد ولی گفتم من پرامس میکنم کی بسا دوام نمی کنم که من به حتی سام از رد میخوام یکان در پیگان کلماتون نیستی از دانم مبنید و ما گفتم ما کتید شرط میزنم که اینمی زیاد دوام نمی کنم گفت نه دوست دارن اکتی ما گفتم که این دوستی موستی گفتم گفتم که یک دفعه که موضوعات فامیلی و پدر و مادر پشت تورداشت حالا اگه دیگه روز خوبی رو ببینی مجبور استی که دو چایز داری که یا پدر و مادرت انتخاب کنی یا نیم بچه انتخاب کنی شما میکس شده نمیتونید چه قسم اون دختر باید در خانه تو بخی یک دنیای دیگه کلان شده و چطور بچه تو میدانه که در اونجا برد میمانی از وا که او در دنیای دیگه یک بچه جوانه که بیرو خود سعی میخوره و سپورت خودم میکنه تعلیم یافته از دیگه گفتیم یه جور نمه نه بچه من زندگی خود دارم از این خود والا قسم است که سه ماه دوام نکرد جدا شدن به خاطر اسی که بعض وقتا آدم باید معمیش میگم که وقتی آدم اگه اولاد آدم اولادان باید متوجه ازی باشن که اگه فامیلا با هم مچ نکنن با هم سازش کرده نتونن بسیار سخت است که دوتا جهان بتونن با یک دیگه یک جرقه پیدا میشه یک چیز پیدا میشه که باعث جگرخونیشان میشه اینمی بچه را که من براتون میگم این هم در یک خانواده که بر من تلفن کرده بود یک زن که زن خارجی
با زن خارجی مسلمان و با اینکه بسیار ممانعت شدیده خانواده خود دختر بر علیه ازی بچه که بابا و مادرش با کلی مخالف بوده که بچه افغان دخترش بگیره و تا اندازه فامیل خود از هم راضی نبود که بچه از یه دختر بگیره و هم مسلمان است و دختر مسلمانه جا پوشه نمازخانه مسجد رو ولی نفهم خود این بچه چقدر مسلمان است من چون بار اول بود که صحبت کمی سوال نکردم هم خلاصه یا با هم ازدواج میکنه ولی خب اینمی چون پدر و مادرش روز که یا رفتن بدون رضایت پدر و مادر دختر یا ازدواج کردن پدر و مادر پدر از دختر برای دختر خود گفت که تو برای من مردی اوش که دیگه در زندگیت قواره مرا نشان ندی و اوش کنی دیگه نام فامیلت نگیری هر چی که میکنی تو میکنی این بچه میکنن بابان خدایتان و بابان بسار شرشب مردم بودن از کنم جای نام شکره بنای کنم از کجا گفت خواهی بچه بیچاره گفت خب یک زندگی بر خود جور که این فامیل من بود برو خودت بر خود خانه بگیره دیگه که فامیل عزیز خود از یام ناراضی بود ولی نه به این ساعتی کیره بگوید دیگه برو خودش ما نبیره خواهی بچه گفت بالاخره قصه خود زیاد کرد بسال یکان یک ساعتی بر من قصه کرد گفت خواهی من خلاصهش برات میگم گفت خب بالاخره همین دختر یک روز گفت آمد و من گفت که من میرم یاد خانه بچه پلانی یا کل بازار میرم دیگه میرم دیگه میرم خب ما نبودم گفت ما که آمدم که گفت نامدن تلفن کردم که تلفن جواب نمیده که هرچی زنگ بزن و سنگ بزن اینجا زنگ بزن اونجا زنگ بزن گفت آخر رفتم ممو خانی بابی عزیز من میفهمیدم در کجا هست گفت رفتم در خانی بابی عزیز که بابیش گفت دروازه رو باز کرد سرمه سکت گفت چی میکنید اینجا آمدی؟ ما گفتم که دخترت گم شده یعنی از صبح که گم است هر جا تلفن و سرفونش اگر میزنم گفت من مو روز برات گفتم که دختر من برای مو مرده تا مردی وش کو دیگه در اینجا نبیی که بده گیری پولیس میتوند خوی آدم ها بیچاره ترسانده ای خلاصت بارخطاش در رفته در پولیس تشن میره راپور چی داده که گم شدن راپور گم شده گیر داده و گفت که پلیس گفت خیلی ما تحقیق میکنم دیگه میکنیم پرسان میکنیم جوان میکنیم دیگه میکنیم گفت سوا صبحش بود که من در خانه خود بودم یه دروازه دنگ دول کرده گفت دروازه واسه گفت تا پلیس صدا گفت که گفتم چی گفت خیر من گفت اول چی ما گفت ما اومدیم که ترارست کنیم بندید کنیم گفتم چرا گفت که خانم سر دعوا کرده که تو را سر تجاوز جنسی به زور کردی فورسش کردی وقت باز گفتم مرا لط میکردی دیگه میکنه دیگه میکنه دیگه میکنه یعنی در اینجا شما وقتی دو هفته گفتم ما باید در بسیار چیزایی مملکت ها خدا با قوانین آگاه بسازیم و بخواهی گوشیار بسازیم که بفهمیم در این مملکت و علاوه اگر شما با یک زن در امریکا البته هست رو پارا نمی فهم چی گرد در امریکا اگر شما ولو که زنتان باشم اگر نخواهی که برای تا همراهتان هم بستر شود اگر تو رست زور کنی سرش که به زور بخواهی کم بسترت شود و ناراحت بسازیش اگر سرت هرس کنه این یک ریپ است این یک تجاوز جنسی است در امریکا یک جرم است اینمی آدم به اون جرم ایره گفته و چک کنم بردن به شراخ بندی بود خانه رفته در بندی خانه بازی رو خلاص کرده برامده با زمانت کیس از اون روان که زندگی در و در و خاک به سر با او دختر گفتش که چرا بلاخره کدی دختر که صحبت که گفت وای چرا بود من این کار رو برقی مکردی من صرف آمیل خود پای ماندم تو صرف اما کلش برباد کردی گفت من دوری مادر من دیگه نتعمل کردن هم میکن این کدی مادر خود خوارای خود ارتباط داشت نگوانا کسی که کچه خار بود بابیش گفت من باید بین تو بابی و فامیل خود انتخاب میکنم گفت من دیگه از گیر تو دیگه رخم خلاص شده نمیتونم یعنی میرخم باید من از گیر تو خلاص شدم گفت ترا رایت من را رایت گفت من چرا دیگه پلیس دادی گفتی نمی تو بودی که من از فامیلم جدا کردی اگه تو آدم خوب می بودی می دیدی که بابی من ممانعت کرده بود من خوب کلی من کار نکرد تو نمی کار نمی کردی شما بینید چقدر بازی های شیطانت منافقت در این کارها هست که انسان ها بی خبر از او خطا خوردن یک خوارش هست که خوارش حاله همین بچه را خواسته بوده که بیا بر میمان که همین ششته این خوار خب بعضی می خانمان که از بعض زنا و دخترای جوان بسیار بد زبان و بد قلق داریم ما مردم در بین خود که ما به چشم سر خود دیدیم یعنی که بیادر یعنی بیادر کلان هم هست همین خوار کده ازی دعوا کده و دیگر کده و ایده بیاب کده که تو اگه آدم سعی می بوده زنه چرا ایلایت می کده زنه تو سر از فورس کدی که دیگر کدی
خیا قال ما قائل ای تو اید بین از یا خسته و بچه هم اصابش خراب شده و اسمانش قار کده و البته خوار خود تیلک کده دستایش گرفته و دستایش کبود شده اینه می خوار زنگ زده پلیس واسه رسی خواسته که بدن مثلا من زن ده باز گفت شوهرش خسته آمد سر من که من چی کت کوش دم مقابل زن من این کار گفت خودشان من رو میمان کدن گفت من بیادر کلانم گفت مشکلات دیگه او طرف بندگری او طرف گفت خوانم سر یک کیس دیگه برای من جور کرد باز گفت من رو پلیس آمد برد بندی کرد باز یک کس دیگه رو پیدا کنم یک رفیق مثل کال فامیل رو خدا شد ولی در اینجا گفت مادر و پدر امام گفت بیاز از این که ساید من رو بیرم من بچه کلان هستم و یا هم ساید دختر خدا گرفتن ما گفتم چی دلیل است که زن دعا میکنه سرت خوارت که جنگ میکنه پدر و مادر هم سایت از وار گرفتن تو چی که دیگه گفتم خود تام کنم کار خد من ما خود نمیشناسم گفت ما دیگه هیچ چیز نکردیم گفت اینمی که ما یک صدمه دیدیم عصبی شدیم ناراحت شدیم بندی شدیم بازم بندی شدیم گفت پدر و مادرم گفت از او آدم هاییست گفتی مرشا جان که یا یک خوار مره از شوهرش جدا کردن شویش گریخ شوهرش گریخ رفت افغانستان به خیلی دیگه نام دومید دیگه زن کرد گفتم چرا؟ گفت بخاطر از اینکه دو تا بیکار هستن علی خانی خود می در منطقه زندگی می کنه ابو بودی که شام میگم بابانه نواسای خود میگم من نواسای خود میگم اونجا شیشته هم و پرایوسی که یازاره شوی دارن دیگه وجود نداره یک شب دو شب سه شب چهار شب هفته سه روز چهار چهار روز پنج روز گفت اونمو زندگی خوار من این پدر گفت من که برشون هر چی میگفتم که او بابا او مادر بلیاز خدا نرو یا از خود پرایوسی دارن یا اگه وقت میخوان خودشان تنها بین خود باشن همین مرد اگه دلش میشه که دینی کرد دیگه قدم بزنه یعنی می کارا بد از زندگی از اون مداخله نه بچه من اولادای ما هستن واسه ما رو میجام میرفتن نانو میخورن باز و دخترشان هم خب مادر پدرش هست دیگه چی کردن میتونه چیزو گفتم نمیدونه خب پدر مال مادر خود چی بو میگه بیچاره تنها در معاون و آپارتمان ماندن و خوب بیاد خب بالاخره گفتم مخوارم ای شوهرش گریخ از گیری پدر مادرم اونمو ایناله گفت این کار سر خوار خورد من میکنن گفت وا خدا احساس سیف میکنن که خوارم تا نسبت به من تا کی دخترم گفت از زندگی خود دور کنن بله این مشکلات در خانواده های افغان هست ما برش گفتم گفتم یک چند وقت دوری کوزیشان عزیز من بان که می کل چیز یک در آرام شوه نه دیگه طرف خوارت برو نه کدی بابا و مادرت غرست بگید زندگی تا مسجب کو خود جمع جور کو کیسه تا خلاص کو برو فایل کو زن از رسمن بای جدا شوی وکیل بگی دیگه بگی کار داری گفتم خودت هم متوجه خود باش اول خمه خود بخو پدر مادر تاس پدر مادر خود شما چایس نداری اگر پدر خوب است یا مادر بد است در نهایتش پدر مادر ما است بر رقم شب باید عزت شانه کنیم قدر شانه کنیم دیگه تو پدرهاییست که دست زدن داشت میزد و اولادها رو تکه تکه میگد ولی باز اون پدرش بود ولی در اینجا یک ذره بسیار شرایط سخت میگه ولی پوینت مده ای است که در میتونی یک شرایطی که ما وانا قرار داریم دور از وطن مسافری و از آب کس است یک تعداد مردمی که کسی کوی دانن قوم خیش دانن و خوشبخترین مردم های هستن ولی تو افغان هستن که بیچارا با هیچ کس ارتباط ندارن هیچ شناخت ندارن تک و تنها هستن اون چیزی که دارن دونمو زندگی میکنن بله منطقه انسان بعضی وقتا متاثر بیشتر که چرا ما افغان ها همین مشکلات خود ما برای خود خلق میکنیم اگر کلان های ماست اگر جوان های ماست اگر هر کسی که هست یعنی ما پدر و مادران بعضی وقتا پیش خود باید فکر کنیم که ما تا چی حد و حدود اجازه داریم در مسائل شخصی اولادهای خود غرض بگیریم درست است که ما افغان هستیم درست است که ما یک فرهنگ خاص خود داریم و ولی ما باید به اولادای خدا اجازه بدیم و اولادام باید بدانن که با کی طرف میشن جوانای ما این یه قدر که طلاق و طلاق گزی در بین افغان ها زیاد است ما فکر نکنم در بین هیچ کس باشه حتی جوانای ما به خاطر اینمی مشکلات خانوادگی موضوعات اقتصادی پرابلم های دیگه ولی ما همیشه بعضی وقتا چوت انداز میریم این بیا توکل تا الله هرچی که شد ولی به اون خاطر انسان اشرف مخلوقات ساخته ما را حق داده منطق داده که باید همین قصر دادم فکر کنه ما بچه من منطقیزم با یک امریکایی
ولی ما فکر بعد مثلا سوال کرد ما گفتم بچه ما خوش دارم دختر افغانه بگیری ولی ما خوش دارم تو خوش باشی. مهم نیست که ما چی رو خوش دارم، مهم نیست که تو چی رو خوش داری. چرا من اینقدر کار کردم، زحمت کردم، شما رو کلان کردم، سر پایتون سادتان کردیم که بعد ما بخوایم شما رو جگرخون کنم، شما رو متاثر کنم؟ ما همه زحمات و تکلیف ما به خاطر خوشی و عافیت و صحت شماست. چیزی که تو خوش داری ما نور ما خوش دارم. تو بر من نواسه میری، گفتم ما از خدای خود میخواست. من اوگان در بزرگ رضا میده که بچه رو زن بدیم ولی تو اگه نواسه به یک من نواسه بسیار خوش دارم. و حال من سر سجده به دربار خدا رو شکر خدا رو میگرم چه خوب دستون گرفتم من چه خوب گفتم. ولی اگه نواسه قندول سمندول دارم که کل زندگی ما همون نواسه ایم هست. یک قدر که از او مصروف هستم و ساعت مته نمی باشه خانه ما از برای بچیم زنگ میزنم که چرا ایرنا آوردی؟ چرا چی وقت میاری؟ باز بدر میگم از خود کار بار داریم زندگی داریم. میخوام رو بیار کنار ما خانه هستم با سبا من نیستم با مادرت نیست باز او کار میره من کار میرم. یعنی پشت دل ما انت درک ما سست میشه. یعنی میتوانیم پیشتر اینجا بود تا همی کشور شروع شروع میکنم اینجا بود یعنی میده بیستادیو میگه تا بچه ما تو میره دیگه ببر خانه که اینجا بازمان بغال میکنه صدایش یاش مبره نگه میکنه دیگه بردش و تا من دلم بود که شروع رو کنسل کنم کم نواسه های کم باچه که ساعت دلان ببینم بشه. ولی در نهایت زندگی بسیار زیباست اگه ما خود ما رو زیبا ببینیم. اگه زندگی را هر رقمی که خودت بخوای ببینی اما تو دیده میتونی. اگه زیبا ببینی زیبا میبینی، بد ببینی بد میبینی. حسادت، غلطی، دروغ، تبشع از کار مردم غرض گرفتن، یا کسی تو سوال نکده تو در کارش غرض بگید. یعنی بعضی چیزایی است که ما عرفانا باید سرش یک ذره کار کنیم. البته کلا من نمیگم، اول یک چیز باید خدمت شما عرض کنم دوستان، من صحبت میکنم به این مفهوم نیست که خدای نخواسته خدای نخواسته ما شما را نصیحت و وصیت میکنم. من هم مثل شما را یک انسان هستم، من یک برنامه دارم برام خانه و خانواده و برای من زیاد افغان ها زنگ میزنن داستان های زندگی خود میگن. گفتم بعض چیزایی است که من نمیتونم از ایا با شما شیر کنم. از ایا نمیشه که گفت به خاطر از که امو فرهنگ ما برای ما اجازه نمیده که قدر اوپن صحبت کنیم. بعض مسائل صحبت کردن باز همین باز میگه همین صحبت های باز صحبت کردن بی پرده در فرهنگ ما گنجایش نداره اوقدر. برای امریکا با کتنگ امریکایی میتونی آزاد صحبت کنی، حالا ما اگر در تروی انگلیسی بود میتونید مثلا پرپرک و آزاد کل سر میکدم هر چیزه به خاطر از که یا آگاستن از این مسائل یا دنیم تو چیزها کلام شدن میپام همین چیزها و شمسا مهم هست. برای ما باید در چیزه باید داخل یک پرده بگویم، حیا در بین باشه، کدوم گپ خراب از دهن ما نبره. به او خاطر که زیبا ما هست، بسیار فرهنگ زیبا و بسیار خوب است. ولی چون حال در امریکا اکثر مردم خودشان آگاه شدن هستن و تمام مسائل میفهمن، وارد هستن در مسائل. ولی احترام و دوستی و محبت مثلا خود امی فرهنگ زیبای ما افغانا که به کلان های خود احترام داریم، به خورده خود نوازش میتیم و اخلاق و هدف بسیار زیبا داره افغانا. کسایی که میتونه مراحتش کنن و کسایی که با شوقات خارج شدن های وای وای است که از اونجا آخه شد های یکی من برو یک بای خودم نمیگم زید تک تلفون خودم این مسئول میگه من ندیدی من یعنی تام بودی اینجا نبودی. ولی اگر اولادی که از فرهنگ و تربیه سالم در یک خانواده کلان شده باشه که در کجا کلان شده بازو چیزها رو مراحت میکنن. یعنی بسیار اولاد های افغان هم دیدیم مثلا با هدف با تربیه بسیار جوان های خوب یعنی بسیار اینی کل ازی مربوط میشه و اون خود پدر مادر که چطور تانسته اولاد خود تربیه کنند. چون اما بنیاد به اساس تربیه سالم از یک خانواده شروع میشه و اولاد چون پدر و مادر دیده رنگ میگیره که چی میکنه پدرش چی میکنه مادرش چی میکنه. به اون خاطر دوستای عزیز گفتم اتفاقاتی که بر بین ما افغانا مفته بعض وقتا مثال جالب است و آدم باید دوباره ازش فکر کنه. ولی من امیر بکنم باز عرض میکنم براتان که شما خدای نخواسته برداشت غلط نکنین. من افغانه خود بسیار دوست دارم و خصوصا شما کسایی که
از هر طریقی که برنامه رو میبینین و کسایی که در افغانستان هستن طریق فیسبوک میبینین و در اینجا میبینین، ما قربان همه شما شوم، به همتون احترام دارم، همتون برای من عزیز هستین. ما یگان دوستا و زایم که ما در برنامه می باشه برای اکثر نه نمیبینم، ناراحت میشم که کجا هستیم. این بارجان رشته بار نمیبینم چند وقت است، امیدوار هستم که خوب باشه و باشه، چون بیننده بسیار خوب است. میفهمم آمده اینجا آمده ایم نامده نمیفهمم. اگه شما دوستا که ارتباط دارین سلام مرا برش بگوین. و بسیار دوستای دیگه هست که گفتم نباشن، باز من یک ذره ناراحت میشم که کجا هستن. از اینجا بیننده خوب ماست و بعضی وقتا میباشه نمیشون میفهمم، البته مسئولیت کارم میباشه. ما برنامه ما در وقتی است که شاید نتانیم بسیاری شما که در اروپا هستین برنامه رو ببینین، ولی به هر صورت دوستای عزیز تقدیم شما عمر جان صدیق برادر بزرگوارم. عمر جان که من میرم دلیم باغ باغ میشه، دلیم پر میباشه که عمر جان در فیسبوک میباشه. زادی شما دوستا و عزیزم، فوزی جان محترم حسن صاحب گرام قدر سلام و ادب خدمتتان. برنامه دلچسب آخرهای زندگی این بود ماچی در خارج آدن در داخل وطن موفق باشید. تشکر شما خوجه جان میکنم. احمد زی جان سلام نوابی عزیز، سلام اترامات من برسه به نام سر بی بی مکه جان به شما سلام. دوستای عزیز ما هم تک پیشتر برتان عرض کنم، ممکن به احتمال قوی در این چهارشنبه یا در دیگر چهارشنبه یک برنامه سیاسی هم داشته باشه من ساعت 11 بجه، و کسایی که باز علاقمند مسائل سیاسی هستین میشه بخیر باز دو برنامه زنگ بزنین سر مسائل سیاسی صحبت میکنیم. این برنامه مخصوص بر مسائل اجتماعی است. اگر شما خودتان هم دوستای عزیز میفهمین کدام موضوعی دارین و کدام واقعیت هست، یک چیز جالب است، برای من میتونین زنگ بزنین، برام تلفن کنین، بگوین سر صحبت کنیم، یا یک موضوعی در دلتان میگرده در برنامه سر صحبت شه مرم کمک کنین. شما هم جد از این برنامه هستین، مرا تنها نگذارین، شما هم کمک کنین. اگر بعض مسائل شما در اروپا دارین کارزو دارین سر صحبت شه و یا بعض اتفاقات میفته، لطفا با ما همکاری کرده از طریق فیسبوک یا برنامه تلفن ما اون تلفن ما در اونجا هست، میتونین برای ما زنگ بزنین. من امروز میخواستم برم ولی عمر جان یک امتحان داره، فاینل امتحانایش هست، با او خاطر من نمیتونم برم. اگر من تصمیم داشتم که امروز تا یک و نیم ساعت برم و میالم عمر جان میشاره گاهی از کلاس خود میبرایم موضوعات سیست زدیو رو برای من جور میکنه، از او خاطر ازش گفتم که از یک ساعت زیاد نمیرم که فاینلش هست که باید با امتحانای خود بتا. به هر صورت دوستای عزیز ما از هر یک شما که بینیده بودین تا حال هزار امتحان سپاس میکنم. از جواهر خیلی سبم در تا کنترل یک دنیا تشکر. دوستای عزیز در جایی که باشین شب و روزتان بخیر، خداوند یار و مددگارتان. اگر یاد باقی بود بازم در خدمت شما خواهد بودم. خداوند نگهدار. Thank you.